دوباره سلام عرض شد، امیدوارم که این سری دیگه بس بشه. خب خوش آمدید دوباره دکتر جان، یه لطفی بکنید دوباره درخواست بدید. بله هر چی اکسپت میزنم نمیشه. سلام بر شما. نه هیچ فایده ای نداره. آه خب مثل اینکه یه اتفاقی افتاد. دکتر جان سلام، صدای من داری؟ صدا رو داریم ولی تصویر چرا نداریم؟ فکر میکنم شما تصویر نداری، چون من تصویر شما رو کامل دارم. حالا فکر میکنم شاید یا اینترنتتون ضعیفه یا من در حال تصویر شما رو کامل دارم. صدای من خب نه، مثل اینکه بقیه هر دو رو میبینن. نمیدونم بله بله شده. در خدمتتون هستم. خوبی شما؟ قربان شما دکتر. یه ذره اینجوری سخت دارم خودم رو میبینم. خب در خدمتتون هستم. خوشحالم خدمت دوستان عزیز در پیج اینستاگرام شرکت رابوته هستم. همچنین سلام عرض میکنم خدمت والدین عزیز خودمون. امشب یه سری سوالاتی در زمینه درمان لک و آکنه میخوایم شما بپرسید، ما جواب بدیم و در مورد بعضی از محصولات هم راهنمایی میکنیم. شما در خدمت هستیم. قربان شما، سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که شما رو کنارمون داریم و ایشالله توی ورکشاپ هم توی همایش هم قرار خیلی موارد خیلی خاص و جدیدی مطرح بشه. خودم اول بگم فکر میکنم دکتر جان یه چند تا تعداد خیلی کم مونده از سیتایی که ما داریم. اگر حالا کسی هنوز تازه متوجه شده که ورکشاپ هست، حتما سریعتر اقدام بکنید و بتونید اونجا حضور داشته باشید که ما رو خوشحال بکنید. من حالا تا بقیه این بین سوالاشون رو بپرسن، یه سری سوالایی که توی استوری گذاشته بودیم و پرسیدن رو ازتون میپرسم که بله یه مقدار راجبش صحبت بکنیم. نوشتن که با لک های جوش روی کمر چیکار کنیم؟ بهترین راه حلش چی هست یا چه محصولی هست؟ ببینید، لک های بدن به ویژه لک های جای جوش بدن به دو دلیل مقاوم و سخت درمانش. یکی به دلیل اینکه اپیدرم در بدن ضخیم تره، درمان سخت تره. دوم اینکه کلیه محصولات ضد لک بدن که در بازار هستن همشون قدرت نسبتاً کمی دارن، یعنی ما عملاً هیچ ضد لک بدن قوی نداریم. اینم به خاطر اینه که محصولات ضد لک بدن چون وسیع پخش میشه هیچ شرکتی جرئت نمیکنه یک محصول قوی بده. مثلا اگر شما یه ضد لک بدن به عنوان هوم کیر استفاده میکنید، چون مجبورید میزان زیادی رو در منطقه وسیع تری رو پخش بکنید از صورت، به همین خاطر هیچ شرکتی نمیتونه یک محصول قوی بده. به همین خاطر بهترین درمان لک بدن به پیلینگ شیمیایی اون ناحیه هستش، به خاطر اینکه 2 یا 3 جلسه پیلینگ شیمیایی باید افراد داشته باشن.
میتونن از گلیکولیک، میتونن از لاکتیک اسید و یا جسنر اصلاح شده استفاده بکنن. 3 جلسه داشته باشن و بین جلسات از ضد لک های بدن استفاده بکنن. بهترین گزینه میتونه این باشه. شوینده های ضد لکی هم وجود دارن در بازار که حاوی سالسیلیک اسیدن، فقط یه مقداری ممکنه خشک بکنن. فکر میکنم جسنر اصلاح شده رو ما توی برند امیدی داریم، گزینه بسیار مناسبیه برای لکای بدن. گلیکولیک اسید هم میتونه خوب باشه و لاکتیک اسید هم برای پیلینگ شیمیایی بدن گزینه مناسبی هستش. ممنون از شما. یه نفر نوشتن که سریع ترین درمان لک چیه؟ این سوالی که فکر میکنم همه میپرسن. آره ببینید، واقعیتش این هستش که ما درمان سریع برای لک نداریم. چرا؟ چون ما یک وقتایی امکان داره که افراد به یک روشن شدن کلی پوستشون نیاز داشته باشن. این اتفاق سریع میتونه بیفته. مثلا یک فیشیال خوب، یک پاکسازی خوب، استفاده از برخی از پیلینگ هایی که لایه شاخی رو جدا میکنن، باعث یه تراوت و شادابی در پوست میشه. این در فیشیال های کلاسیک اتفاق میفته. در پیلینگ های ملایم هم این اتفاق میفته که ما یک روشن شدن سریع داریم که بعد وقتی که مثلا حتی از تخت بلند میشه احساس میکنه پوستش روشن‌تر شده. اما لک یک مکانیزمی داره که ما با هر روشی که بخوایم کار بکنیم 28 روز طول میکشه تا سلول های جدید بیان و لک رو برطرف کنن. یعنی اگر بخوام به زبان ساده تر بگم، سریع ترین حالت درمان لک بعد از 4 هفته هستش. یعنی اون سریع ترین که انتظار افراد بذارن رو 4 هفته. حالا چه درمان هایی میتونه به این برسه؟ باز درمان های ترکیبی گزینه سریع تری رو ایجاد می کنن. مثلا یک جلسه پیلینگ شیمیایی و بعدش استفاده از یک ضد لک سریع ترین درمان رو میتونه داشته باشه، اگر از نظر سرعت اثر بخشی بخوایم. اگر نه، ما میتونیم از ضد لک ها و لایه بردار ها یک شب در میون استفاده بکنیم. در این حالت هم بعد از 4 هفته نتایجش مشخص میشه. اما انتظار تغییر واضح زیر 4 هفته یک جوری چه بیوتی تراپیست رو گمراه میکنه، چه فرد رو گمراه میکنه. این باعث میشه که افراد رو بیارن به محصولات غیر استاندارد، محصولات دستسازی که با ادعای سرعت بخواد این کار رو انجام بده، مثل کرم های معجزه، مثل کرم هایی که با ادعای گیاهی هستن. پس بهتره به عنوان یک مراقبت کننده پوست حرفه‌ای یا کسی که داریم از محصولات استفاده میکنیم در نظر داشته باشیم که درمان لک در سریع ترین زمان یعنی 4 هفته. دقیقا همینطور. مثلا انتظار معجزه نباید داشت دیگه. یه مقدار صبوری میخواد، یه مقدار تلاش میخواد برای اینکه ما بتونیم لک رو درمان بکنیم یا بهترش بکنیم. بله. خب فرمودن که فقط لک قرمز و قهوه‌ای حاصل از جوش چالش صورت منه. ببینید، ما 2 دسته تقسیم میکنیم: لک‌های قرمز یا لک‌هایی که دارای شرایط التهابی هستند و لک‌هایی که بر اثر زمان بهشون خورده و قهوه‌ای شدن و تیره شدن. در اول میرم سراغ لک‌های التهابی. ببینید، لک‌های التهابی 2 تا مکانیسم رو باید کنترل کنیم. اول از همه فرایند التهاب رو باید کاهش بدیم. خون رسانی به اون منطقه کمتر میشه و مواد ضد التهاب اونجا باشه. پس یکی از گزینه هایی که ما داریم مثلا استفاده از نیاسینامید، مثلا استفاده از ترکیباتی هستش که آلفا بیزاولول داره، مثلا استفاده از ترکیباتی هستش که اثرات ضد قرمزی دارند. درست که من توی کیتی که محصولات هومکیر
هوم کیر ام ای دی رو داشتم بررسی میکردم، یه زدلکی وجود داره که این اثرات رو داره، یعنی هم اصاره بیزابولول داره، اصاره گیاهی ضد التهاب داره، هم دبلیو بایت داره، کمپلکس و هم نیاسینامید داره. پس ما اولین کار باید التهاب رو کاهش بدیم، بعد از اون میتونیم از یک زدلک استفاده کنیم. که ترجیح من این هستش که یک ضد التهابی که حاوی نیاسینامید باشه یا یک ترکیبی که حاوی نیاسینامید باشه و ویتامین سی به عنوان یه ضدلکی که خیلی تحریک نکنه. چون ببینید اگر ما ضدلک های قوی بدیم به جوش جای جوش قرمز، خودش التهاب رو تشدید میکنه. پس بهترین کمپلکس ویتامین سی و یک ترکیب ضدلک حاوی نیاسینامید هستش برای جای جوش قرمز. دقت داشته باشید، حتما حتما خوب آبرسانی کنید، حتما حتما ضد آفتاب مناسب بزنید، شوینده ملایم استفاده بکنید و اگر فیشیال انجام میدید فیشیال ضد قرمزی استفاده کنید. من در برند MAD محصولات ضد قرمزی بسیار خوبی وجود داره که شاید گزینه بسیار جان مثل رنس رسکیو. بله رسس این که بسیار تاثیر مناسبی داره. پس جای جوش قرمز به معنی استفاده از نیاسینامید ضد التهاب، رطوبت رسانی خوب و ویتامین سه. این میتونه یک شب در میون استفاده بشه و کمک بکنه. اما وقتی که میریم سراغ جای جوش قهوه‌ای، شدت لک ها و شدت رنگدانه ها کمی بیشتره. بهتر از یک ضد لک کلاسیک استفاده بکنیم، یه ضد لکی که داریم، حالا همون ضد لک MAD یا سایر ضد لک ها، و هفته ای 3 شب از لایه بردار استفاده کنیم. 3 شب از ضد لک، 3 شب از لایه بردار. برای اینکه تحریک نکنه میتونیم لایه بردار رو 1 ساعت بعد از زدن شستشو بدیم و با آب شستشو بدیم که این ترکیب در دراز مدت قابل تحمل باشه. پس جای جوش قرمز میتونه ترکیبی از نیاسینامید ضد التهاب‌ها مرطوب کننده خوب و ویتامین سه باشه. آنتی ردنس ام ای دی گزینه مناسبی میتونه باشه در فیشیال و پیلی. و جای جوش قرمز یک ترکیب لایه بردار و ضد لک. حالا ضد لکش اگر افراد هنوز اثرات جوش دارن میتونه آزالئیک اسید باشه. آزالئیک اسید هم گزینه بسیار مناسبیه. 3 شب آزالئیک اسید و 3 شب لایه بردار. بسیار عالی. این بین حالا یه نفر یه سوالی مرتبط پرسیده بود، تقریبا نوشته بودن که حساسیت به نیاسینامید چجوری خودشو نشون میده. ببین حساسیت به نیاسینامید خیلی بعیده، درست؟ یعنی خیلی کمه. انگار شما مثلا میگید که یک عامل ضد التهابی حساسیت داشته باشه. معمولا اون چیزایی که من تو تجربه خودم دیدم خیلی کم بود و معمولا دلیل دیگه ای داشت. اما اگر فرض رو بر این بذاریم که دقیقاً بر اساس نیاسینامید فرد دچار حساسیت شده، پس پوست بسیار بسیار حساسی داره. پس باید حتماً از تمام ترکیبات بدون عطر، بدون اسانس و مثلا ترکیباتی که برای پوستای حساس و قرمز هستش استفاده بکنه. درست؟ بازم عرض میکنم احتمالاً یک دلیل دیگه داشته و کم پیش میاد که ما نسبت به نیاسینامید بیرون ریزی یا حساسیت یا تشدید آخری داشته باشیم. بسیار عالی. یه نفر خیلی خلاصه نوشتن درمان انواع لک. فکر کنم همه رو خلاصه ما موضوعی که توی همایش این هفته جمعه مطرح میکنیم، درمان تخصصی آکنه و لک، به درمان لک اونجا به صورت مفصل تقریبا 45 دقیقه در مورد درمانهای کامل لک صحبت میکنم و خوشحال میشم که دوستان همونجور که اشاره کردی از پیج در هر حال رابطه ثبت نام بکنن اونجا ببینیم. اما انواع لک رو اجازه بدید با این سوال من این رو خدمت شما بگم. ما 3 نوع لک داریم که این 3 نوع لک درمانش ساده تره، پروتکلش سریع‌تره و نیاز به در هر حال کوتاه‌تره، مثلا 4 ماه درمان نیاز داره که لک‌های آفتابی رو شامل میشه که بیشتر در ناحیه پیشانی، گونه و چانه دیده میشه و لک‌های ناشی از سن و ککمک. این 3 مدل لک، حالا انواع لکی گفتن، این 3 مدل لک درمانش ما حالا تو ورکشاپ‌ها میگم یه موتوره، یعنی ما یه عامل ضد لک خوب
که داشته باشیم همراه با خدمات کابین که بهتره که برای اینها پیلینگ انجام بشه تا نسبت به میکرونیدلینگ و مزونیدلینگ پیلینگ شیمیایی گزینه بهتریه میتونه باشه. اما دو نوع لک دیگه، یعنی لک جای جوش همونجوری که سوال قبلی گفتم و ملاسما، انواع لک عمقی تر هستن، درمانشون حداقل 9 ماه طول میکشه، 6 الی 9 ماه طول میکشه، حتما باید یک جزء لایه بردار استفاده بشه و یه ضد لک قوی حتما هم باید توسط پیلینگ شیمیایی بوست بشه. شاید لک های سطحی با فیشیال و هومکر قابل درمان باشن، اما لک های عمقی بدون پیلینگ واقعیتش اینی که درمانش یه ذره پیچیده میشه و یک بیوتی تراپیست بهتره که برای لک های عمقی جای جوش قهوه‌ای و ملاسما پکیجی بذاره که 3 جلسه در پیلینگ شیمیایی بذاره. حالا میتونه از برایتنینگ استفاده کنه، مثلا در MAD میتونه از مندلیک اسید استفاده بکنه و بینش از ویتامین C و ضد لک استفاده بکنه. این شاید حالا تقسیم بندی انواع لک رو به بهانه این سوال گفتیم توی همایش روز جمعه هم باز کاملتر در مورد در انواع درمانهای کابینش صحبت میکنم. اینجا جا داره که بگم ما در درمانهای لکهای عمقی مثل ملاسما و جای جوش قرمز به ویژه ملاسما بهتره که حتی از درمانهای خوراکی مکملهای ضد لک هم استفاده بکنیم، مثل مکملهای حاوی گلوتاتیون یا مکملهای حاوی آنتی اکسیدان که مکملهایی هستن که افراد میتونن بگیرن، به درمان کمک میکنه. یا یه بیوتی تراپیست وقتی با اینو آشنا باشه، ما تو ورکشاپ 3-4 مدلی که تو بازار هستش رو تو همایش مطرح میکنیم، میگیم نمونهاشو، اونها رو هم توصیه کنیم که کلاینتتون استفاده بکنید که اثر هم افزایی روی درمان داشته باشه و نتیجه درمان رو بهتر. بسیار جناب دکتر، توی صحبتاتون به صورت خیلی خلاصه اشاره کردید که پیلینگ شیمیایی بهتر از مزونیدلینگ. این سوال چند نفر هم بود، گفتم همینجا یه مقدار بیشتر میتونیم بهش بپردازیم که چرا میگید که پیلینگ شیمیایی بهتر از نیدلینگ هست توی درمان لنگ؟ ببینید، من اجازه بدید من نیدلینگ رو یه ذره ساده تر صحبت بکنم، باز بکنم که نیدلینگ چه کمکی به ما میکنه. نیدلینگ، اون دستگاه نیدلینگ عصای موسی نیستش که هر چیز بزنی شفا بده، چی میگن، اون رودخونه رو باز بکنه یا معجزه بکنه. ببین، میزونیدلینگ کاری که میکنه یک التهاب ایجاد میکنه که بدن با ساخت خودش، با ترمیم خودش یه سری مشکلاتش رو برطرف. مثلا من منافذ باز دارم، من میکرونیدلینگ میکنم با یک کوکتل مناسب، بدن شروع میکنه ترمیم میشه و در ضمن ترمیم منافذ باز من بسته میشه. من جوش کومدونال سرسیاه دارم، پوست چرب دارم، التهابی که ایجاد میشه دوباره بدن که خودشو میسازه، غدد چربی من کمتر ترشح میشه و شرایط من بهتر میشه. مثلا وقتی که افراد در هر حال قوام پوست کمی دارن، ضعیفی دارن، میکرونیدلینگ کمک میکنه قوام پوستشون بهتر بشه، آنتی ایجینگ، اثر آنتی ایجینگ داره و یه ذره تونی تون و بافت پوست رو بهتر میکنه. یه کار دیگه هم میکنه و اون اینه که امکان داره که مزویی که ما روی پوست قرار میدیم رو داخل پوست هدایت بکنه. اما دقیقا این یک شمشیر دو لبه، چون تو بخش التهابش گفتم اگر پوستی مستعد ایجاد لک باشه، که خیلی از افرادی که لک دارن ذاتاً پوستشون مستعد، مثلا پوستشون کمی سبزه باشه، تیپ 4 فیتوازیک باشه، اون التهابی که ضمن مزونیدلینگ ایجاد میشه، اون التهاب شمشیر دولبه هست و لک رو تشدید میکنه. پس ما در استفاده از میکرونیدلینگ در درمان لک بسیار باید احتیاط کنید. یک، پوست های روشن فقط کاندیده مزونیدلینگ لک هستن، و دوم اینکه باید زمانی مزونیدلینگ بکنیم که سلول های ملانوسیت رو ضعیف کرده باشیم در جهت ساخت ملانین، یعنی یک دوره درمان هومکیر مناسب بدیم،
فیشیال ضد لک بریم، پیلینگ ضد لک بریم، اینها رو که انجام دادیم فرد ملانوسیت‌هاش ضعیف شد، قدرتش کاهش پیدا کرد، حالا به اون التهاب ایجاد نمیکنه لک. پس مزونیدلینگ یک در پوست های روشن فقط باید انجام بشه که لک دارن، و دو باید آخرین خط درمان باشه. یعنی حتما فرد هومکیرش رو دادیم، فیشیال لکش رو رفته، اگر پیلینگ میتونیم انجام دیم پیلینگش رو انجام دادیم، گزینه آخرمون میتونه مزونیدلینگ باشه. اونم چی؟ سطحی. به هیچ عنوان مزونیدلینگ عمقی در لک کمک نمیکنه. حالا در مقابل پیلینگ شیمیایی خیلی شرایطش بهتره، چون هم لایه برداری میکنه، ترنوور ساخت سلول رو بیشتر میکنه، هم اثرات در هر حال اون چه گلیکولیک چه ماندلیک چه برایتنینگ ام ای دی، تمام اینها کمپلکس های ضد لکی که دارن ملانوسیت رو ضعیف میکنن. پس گزینه ارجح و گزینه بهتر در درمان لک به این دلایلی که گفتم پیلینگ شیمیایی. اما در منافذ من ترجیح میدم مزونیدلینگ. در ترشح چربی زیاد مزونیدلینگ، در اسکار آکنه سطحی مزونیدلینگ، در قوام و الاستیسیته پوست مزونیدلینگ. پس مزونیدلینگ یک روشیه که فرد باید بدون کجا استفاده میکنه ازش، درست شد، و به عنوان یک چاقوی تیز و برنده هر جایی نمیشه ازش استفاده کرد. من یه ورکشاپ عملی هم دارم روز شنبه، مزونیدلینگ و کمیکال پیل، حالا در دو سانت برگزار میشه، اونجا تاکید دارم که مزونیدلینگ مهمتر از این که سینا نحوه انجامش باشه که چجوری باید انجام بدی، چجوری باید مزو بزنی، چجوری باید چرخش بدی، چه حرکتی بدی، چگونه کاربردش مهمه، یعنی کجا ازش استفاده بکنیم این روش رو. و بسیاری از عوارض وقتی به وجود میاد که فرد درست استفاده نمیکنه. فردی که با لک میاد فکر میکنه مزونیدلینگ گزینه بسیار خوبیه، تعریف کردن، گفتن خوبه، شرکتی که مزو رو فروخته گفته این مزو ضد لکه، پس بیا برای یه پوستی که کمی سبز هستش ازش استفاده کنم، و متاسفانه شرایط بسیار در هر حال با عوارض بالایی رو خیلی وقت شاهد هستیم. بسیار عالی. جان دکتر نوشتن وقتی به کلاینت هومکر میدم حتی برای پوست خودش زیاد هزینه نمیکنه، دنبال یه چیز ارزون قیمت هستن. برای اینجور افراد، این دست افراد چی توصیه میکنید؟ ببینید، من فکر میکنم که اگر هدف شما کمک به حل مسئله کلاینتتون باشه، ممکنه بعضی از موارد مجبور بشین که هومکیرهای داروخانه‌ای رو توصیه بکنید. حالا کیفیت هومکیرهای کابین شرایط خاصتری دارن، گرونترن، با در هر حال از نظر اثر بخشی همسو با محصولات کابینن. اما به نظر من در اینجور موارد حد اقل کاری که میکنید راه درست رو به فرد ارائه بدید، حتی از شما خرید نمیکنه، توصیه های در هر حال کنترل لک رو بهش بدید. و در نهایت من توصیه‌ام اینه که در اینجور موارد که افراد خرید از کابین شما ندارن، حد اقل های هومکیرهای داروخانه‌ای رو بلد باشید و بتونید اونها رو توصیه کنید. اونها هزینه زیادی نمیبرن، اما کلاینت شما رو به شما لویال میکنن، و اینکه امکان برگشت کلاینتتون و مراجعتون بسیار بالا میره. اما واقعیتش وضعیت اقتصادی مردم در شرایط مختلف، شهرهای مختلف، ممکنه که جوری باشه که همه افراد نتونن از سرویس های تعریف شده پیلینگ یا میکرونیدلینگ یا حتی فیشیال ها استفاده کنن. جناب دکتر، من یه موردی رو خودم پیشنهاد بدم برای این دسته افراد. یک محصول کره‌ای ما داریم به نام آرتیکو بلنگ. این اومده تو ساشه های کوچیک محصولات هومکر رو تهیه کرده داخل این پکیج، که داخلش ضد آفتاب، روشن کننده، تونر، فیس واش، همه چی داخل یه پکیج کوچولو است. قیمتش هم مثلا 289 هزار تومانه. اینو طرف میتونه یک ماه استفاده بکنه. یعنی فکر می‌کنم حداقل چیزی که میتونن استفاده بکنن یه همچین پکیجیه. بله.
میگم اصل دانش رو اگر درست محصول درست رو بهشون بدید، هستن محصولاتی که قیمتشون در هر حال اقتصادی تر باشه، اما مهمترین چیز این هستش که بدون توصیه رها نکنید. درست، یعنی خیلی وقتا افراد وقتی که میگن که سرویس نمیگیرن، مراجعه رو بدون توصیه رها میکنن، و بدون توصیه رها کردن به نظر من مفید نیست. حتما من فکر میکنم بخشی از همایش روز جمعه ما معرفی این برند رو داریم، دو تا برند از محصولات رابوتب رو معرفی میکنیم و همکاران در رابوتب هم به عنوان اسپانسر برنامه حضور دارن، و دوستانی که در همایش جمعه شرکت میکنن فکر میکنم امکان خرید در هر حال این محصولات رو هم از مجموعه شما همزمان دارن، که انشالله شما آفرهای خوبی هم بذارید که در هر حال اون جلسه هم با دانش افزایش دانششون باشه، هم بتونن از محصولات مناسب استفاده کنن. بسیار. من سوال بپرسم یا خسته شدین دکتر جان؟ نه من که خسته نمیشم، دوستان اگه خسته نشم من خسته نمیشم، خوشحال میشم که سال دیگه داشت باشم خدمت. حتما. نوشتن که بعد میکرونیدلین کلاینت رعایت نکرده و زیر آفتاب رفته، پوستش تیره شده. من بهشون ویتامین سی گفتم، یعنی استفاده بکنن، نظر شما چیه؟ خب ببینید، ویتامین سی به عنوان یک ضد لک به تنهایی قدرت زیادی نداره. درست، یعنی همیشه یادتون باشه با اینکه ویتامین سی در گروه و خانواده ضد لک ها قرار ده، اما همیشه این واژه رو از من به یاد داشته باشه که ویتامین سی کمک کننده هستش در درمان لک. حالا این لکی که میکرونیدلین کرده رفته تو آفتاب، پس یه التهابی ایجاد شده، آفتاب خورده، التهاب بیشتر شده، اولین گزینه ضد آفتاب فیزیکیه. درست، که آفتاب دوباره ای بهش نخوره، حفاظت فیزیکی از آفتاب کاملا دو روز به روز اصلا از خونه خارج نشه. به شدت توصیه میکنم مرطوب کننده مناسب استفاده کنه، حتی اگر جوش نمیزنه میتونه از تعمیم کننده استفاده کنه، چون تو این مرحله ما باید التهاب ناشی از آفتاب رو کاهش بدیم. ترکیبات کولینگ، ژل های سوتینگ و ترکیباتی که اگر تو کابین کار میکنید، ژل یک محلول سوتینگ MAD خیلی هم که برای خنثی کننده و از خنثی کننده استفاده میشه، بسیار برای ترکیباتش برای ضد بعد از التهاب آفتاب مناسبه. اما اگر بخواید ضد لک استفاده کنید، باز بیسش باید ضد التهاب باشه. یعنی من توصیه میکنم دو هفته اول حتما از نیاسینامید و در نهایت آزالریک اسید استفاده کنید. اگر اینها رو استفاده میکنید، ویتامین سی میتونه در کنار اینها کمک بکنه، اما ویتامین سی به تنهایی نمیتونه این التهاب رو کاهش بده. بسیار دکتر جان، اینقدر سوال راجع به لک زیاد بود که یعنی هنوزم خیلی هست، ما اصلا به مبحث آکنه نپرداختیم. اگه اجازه بدید من دو تا سوالم راجع به آکنه بپرسم. فکر میکنم کسی رو اگر فرصت باشه ما یکی دو تا در هر حال مبحث یوتیوبی بتونیم هفته آینده قرار بذاریم با هم بگیریم ویدیوهایی که این سوالات رو جمع‌بندی کنه. الان خب مجموعه خوبی جمع شده بند. حالا این همایش رو انشاءالله با هم برگزار میکنیم. شنبه من ورکشاپ دارم، یک شنبه و دو شنبه قبل از سفرم وقتم آزادتره، ما میتونیم یک جلسه بذاریم و دو سه تا ویدیوی یوتیوبی بگیریم که در هر حال این سوالات ارزشمندی که دوستان گفتن رو با هم دیگه مرور بکنیم. بهتر باشه. پس ما این آپر خوب رو از دکتر گرفتیم، یه ویدیو خیلی خوب براتون درست میکنیم در رابطه با آکنه و لک که تمامی سوالاتتون مطرح بشه، اونایی که دوست داشتن شرکت بکنن تو این همایش بنده به هر دلیل نتونستن حداقل سوالاتشون جواب داده بشه توسط آقای دکتر. خدمتتون هستم. ممنون از شما آقای دکتر. قربان. پس توی همایش میبینیمتون. بله انشاءالله را همایش جمعه برگزار میشه. شرایط ثبت نامش رو میتونید به پیج رابطه مراجعه بکنید. انشالله که یک همایش خوبی داشته باشیم همراه با حضور همکاران رابطه و اهدای سرتیفیکیت مربوط. شب خوش. انشالله من در خدمتتون هستیم. رابطه بیا 5-6 نفر فکر کنم بیشتر جا نمونده. اگر دوست داشتید شرکت بکنید تو این همایش حتما دایرکت بدید، یا اگر میخواید سریعتر جا نمونید توی سایت لینکش هست میتونید راحت ثبت نامتون انجام بدید. ممنون از شما دکتر. قربان شما. خدا نگهدار. بقیه
سوالاتتون رو تو باکس بپرسید که ما توی اون ویدیوی یوتیوبی ازش استفاده بکنیم. فعلا مرسی.